تصمیم گرفت 40 شب چهارشنبه بره مسجد سهله بیتوته کنه، یه مشکلی داشت حاجتش برآورده بشه. این آقای بزرگوار گفت در یکی از هفته ها سه شنبه که شب چهارشنبهش میخواستم برم مسجد سهله، وقتی پیدا کردم گفتم برم کاظمیه یه زیارت بکنم، بعد بیام برم نجف و برم مسجد سهله بیتوته کنم. آمدم حرم موسی بن جعفر سلام الله علیه زیارت کردم، از سهل مطهر آمدم بیرون و بیرون سن دیدم یه پیر مردی نشسته رو زمین، یه بساطی هم پهن کرده، قفل فروشه، این هفشته تا قفلم گذاشته میانه بساطش، یه عربی هم کنارش نشسته، دوتایی با هم حرف میزنن، میگن میخوندن و مأنوسن با هم، مثل که با هم رفیقن. منم وستادم ممتور قفلش تماشا میکرد، یه زن عربی از راه رسید آمد جلو به این پیر مرد قفل فروش، گفت یک دونه قفل دارم به 3 درهم میخری از من؟ گفت بده ببینم. قفلش داد یه نگاهی کرد و امتحانش کرد و بست و بازش کرد، گفت این قفل 6 درهم میارزه، تو به چی 3 درهم میفروشی؟ گفت 6 درهم؟ گفت بله. گفت تو 6 درهم میخری؟ گفت بله میخرم، من 6 درهم میخرم، 1 درهمم استفاده میکشم روش 7 درهم میفروشم. گفت خدا پدر مادرت بیامرزه اگه 6 درهم بخری. از اول این بازار بر که نشون دادم گفتم 3 درهم، میگن نه 2 درهم، تو میگی 6 درهم. نه انصافشون قفل خوبیه، خوب کار میکنه، 6 درهم میارزه. این 6 درهم، 6 درهم داد به این زن و قفلم گرفت گذاشت رو بساطشو. اینم خیلی خوشحال شد، امید نداشته به 3 درهم بفروشدش، حالا به 6 درهم شو که دعای خیر کردن و رفت. این آقای بزرگوار میگه من تعجب کردم، این چجور کاسبیه؟ این خودش داره میگه 3 درهم، خب مقتنم بشمار، برفرض که 6 درهم میارزه، خودش داره میگه به 3 درهم، به 3 درهم هم راضی داره میگه به 3 درهم، خب بخر بفروش 4 درهم استفاده میکنی. دلار شده 5000 تومن، 6000 تومن، حالا جنسی که با دلار 3000 تومن خریده یا کاسب چند میفروشه؟ من مرده امام زمانم؟ ما دلداده امام عصری؟ تو کارخانه جنسشو بر چه انبار کرده؟ کاسب بدبخت در به در دنبال جنس میگرده، جنس نیست. چرا؟ واسه دیگه دلار چند میشه؟ چقدر دخل میتونه داشته باشه؟ ای داد بیداد، این مملکت تشنه امام زمانه؟ ما دلداده امام عصری؟ خوشم اومدی که خیال نکنید نیستن اینجور افراد، به خدا قسم الان تو همین روزگار ما داریم چنین افرادی رو. یکی از عزیزانی که بعضیاتون میشناسید یا آقا، خودش به من گفت، گفت آمدم مغازه شاگردام گفتن میگن دلار امروز اینجوری شده چند بفروشیم؟ گفتم من با دلار 3 تومن خریدم اینا رو، با همون 3 تومن با همون قیمت استفاده متعارف شو بکشید روش بفروشید. گفتن جاشو بخوایم الان بگیریم پر کنیم دلار 5 تومن باید پول بدی. گفتم ارزون خریدم ارزون میفروشم، گرون خریدم گرون میفروشم. شما کارتون میکنن همشون فضولی نکنید، صاحب مغازه من هم دیگه به این قیمت بفروشید. خدا میدونه قسم خورد گفت فلانی 2 روز 3 روز که راکت بود بازار، یهو یک مشتری آمد تو همین روزگار تو این شرایط 40 میلیون تومان آقایون هست، این آقا الان هست همین روزگاره، میگم مال 50 سال قبل میگم، گفت 40 میلیون تومان پول نقد چک 6 ماهه نه، 40 میلیون تومان به 1 ساعت خرید کرد از من، پول نقد به من داد. به شاگردان گفتم دیدید چه خبر الان بازار ما، چه اوضاع احوال ما داریم. نه این نه دکوریه ها، داد و فریادامون واقعیت توش خیلی کمه. تعجب میکردم این چه کاسبیه، این چه کاسبی داره میکنه این پیر مرد. همطور که متحیر بودم یه اون عربی که کنارش نشسته بود برگشت به من نگاهی کرد، فرمود مثل این پیر مرد باشید، مثل این قفل فروشه زندگی کنید، خودش میاد سراغ شما، نمیخواد شما در به در دنبالش بگردید. اینو گفت و با این پیرمرد خداحافظی کرد پشت رفت. من اولش نفهمیدم این چی گفت، خودش میاد کیه، منظور چیه، مثل این پیرمرد باشید یعنی چی. منتقل نشدم به مطلب، یه قطعا فکر کردم اونم رفت و
وقتی لابلای جمعیت گم شد یهو مثل پرده از مقابل فکرم رفت عقب، فکرم باز شد، فهمیدم مطلب، مثل که از نیت من خبر داد، من دارم دنبال امام اصلا میکردم، نگونه امام زمان من بود نشناختمش، دویدم دنبالش لابلای جمعیت، هر چی گرشم پیداش نکردم، هی بالا پایین نیست، گم شد رفت. برگشتم گفتم این پیرمرد آدرسشو داره، این با هم رفیق بودن، آمدم کنار پیرمرده، گفتم این عرب کی بود کنار شما نشست؟ گفت نمیشناسمش. خیال کردم میخواد انکار کنه، نمیخواد زیر بار بره، نمیخواد معرفی کنه. گفتم این کنار شما نشست بود، با شما داشت گپ میزد، میگفت، میخندید. گفت بله، هر چند گاه یه مرتبه از اینجا عبورش میفته، هر وقت از اینجا گذرش میفته میاد کنار من میشینه، با هم صحبت میکنیم، سلام علیک داریم، احوالپرسی میکنیم، حرف میزنیم. گفتم اسمش چی بود؟ گفت نمیدونم، من تا بالا از اسمش سوال نکردم. اهل کدوم قبیله؟ گفت نمیدونم، نمیشناسم. ای داد بیداد، میاد آقا میاد، خبرم میگیره، عنایتم میکنه، توجهم میکنه، ولی یک کمی ما باید واقعیت در خودمون ایجاد کنیم.